تو گفته بودی اوکیه گفتی تاپلس اوکیه من خودم آخه فکر کردم اوکیه امروز قبول اون اپیزود تا تاپلس رو آخر بگیریم میدونم منم آخه گفتم شما این نگفتی اوکیه این موضوع نمیدونم میس کامیکیشن بود من الکسا ترن اون استودیو سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم براتون <تصحنت> <تصحنت> فاطمه زهرایی داریم براتون ها او نه ایمدنشون از اتاق فرام میگن که کیمیا اونجا اتاق فرمان و فکر کنید که یکی داره سند کنترل کنید این بعد اونجا باشه تکنیکی خب بچه ها برعکس دافباز که فقط به خاطر دوباره دختر کلیک کردین دوباره دختر به خدا فقط ببینید استفاده داری میکنی اصلا فقط یعنی اگر روزی که به دنیا اومدی دکتر میگفتش که It's ا boy الان اینجا نبودی 100% نو doubt اگر هم هم وزن من بودی دوباره اینجا نبودی نو doubt یعنی <تصفیق> همه این سال ها خب بگو ببینم آقا آقا بگ بر وکسیتی نمیدونه کیمیا توی بفرمایشان بود نفر آخر شد <تصفیق> <تصفیق> یا یکی <یه> باخر آخر <تصفیق> <تصفیق> فرق نداره که <تصفیق> دوم شدم بابا وسط بودم میتونی میتونی هر جوری بهش نگاه کنی <تصفیق> <تصفیق> یکی مونده به آخر یکی مونده بعد ما بهش نگاه میکنیم شما دیدیم چیکار کردیم دیشب نشستیم چهار ساعت با هم نگاه کردیم اپیزود به فرمودی چون بعد خب من قبلا دیده بودم صد درصد ولی یادم نبود دوباره دیشب نگاه کردیم همه چی نو بود بعد یاد گفتیم که خب این بامزه بود این بیا راجعش حرف بزنین صد که ندیدن اگه برین نگاه کنین برگردین فانتره یا خودتون اگه وقت اضافی داری چهار ساعت میتونید به الانم بسنده کنید و فکر کنید نه همه انقدر کول و فان و داف و همه چی بودم اونجا الان همه کامنت کی گفته که الان کولی کسته نه 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 شروع میکنه همه آروم باشین خلاصه آقا چهار با هم دیگه نشستیم ویدیوی رنا روغبا بابا روغبا نه اسم خودتو میگن رنا کیا او مای کیمیا جون کیمیا جون ویدیو کیمیا جون نگاه کنیم توی بفرمایش بزنیم بفرمایش شما ونکوور کیمیا میاد ولی اون کیمیا دومی دو است اولی خوشم نمیاد اون یکی کیمیا از کیمیا یه شو. دونه باید باشه اونم من منم با این دوامن کوتاهی که پوشیدی موافقت میکنم هر چیزی بگی امروز من ماهر چون ما نمیبینید بچا <laughs> ولی چرا فکتوری ها راحت شدن دیگه مثلا درست شد دامن درست شد دامن <laughs> یه تیکه پاچه تیکه پاچه بس یه تیم فوتبال میتن لباس بدن با این لباس من الان رفته مسافرت و سمی سینگل لایف خب الان بچه همه هشترشون زد بالا منظرت oh میخوام خب برگردیم آقا به ویدیو راجب بفهمون احساس واقعی راجب راقبا چی بود چون توی ویدیو خیلی نایس بودی ولی دیشب که نگاه میکنیم خیلی نایس نبودی نا <applause> <تصفح> اصلا کل مدت دقت نمیکردش به کل فکت فقط, فقط جایی که من میگفتم دوباره ببینیم و برمیگشت دوباره میدید <تصفح> 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 خب بفرم شما همین نگاه میکنیم من خودم به 20 دفعه من دختر شدم به مردم بگم نگاه کن دختر منم ای توی میخوای دیگه حرف رو خب این ویدیو آردی معذرت میخوایم از این کرکتر رو برای اینکه ما نمیخوام راجع به این کاراکتر حرف بزنیم بیا سه تا کاراکتر ایمیجینری بسازیم به اسم بس موبلینا با آرش با و منیجر با کی, کی؟ منیجر شو منیجر منیجر چه جوش آویه واو لوف <تصفح> ایت اینا حرف میزنیم که اگه منیجر اینا شکایت کردن هیچ اتفاقی نتونه بیفته هر کی هم نمیدونه اینا کی هم دیگه مشه خودتون واقعا ببین ب... چون اون موقع من خودم خیلی کرکتر نداشتم و خب جدید بودم بچه تر بودم اون موقع به نظرم انقدر رو مخ نبودن ولی... اون موقع 18 سال بود الان 22 یا 21 5 سال پیش بود شما ام... نه بابا آره. بعد خب 4 سال پیش بود ولی ام... Anyway, ام... چیزی که پیش اومده بود این بودش که به نظرم گروه ما اصلا هاتسپات نداشت مثلا قسمتی نداشتش که جالب باشه همه و همه چی مثلا میگفتن کیره و این خیلی مثلا رسم ایرانی بود آه. آره بعد خیلی همه مراقب بودن چه جلو کامرا باشن کاش من تو اون اپیزود بودم آره واقعا و فکتی هم که خیلی کات میکنن و چیزی رو ارائه میدن که خب صدرصد تیام میخواد و پردوسر برنامه میخواد اون من خیلی دوست نداشتم چون دفنگوی خود واقعی تو اون قدر رو نشون نمیده برای ما اینجوری نبود آه. برای ما خیلی مثلا کامنت های تغرول میتونه جهد دهنده باشه مثلا یه قدر رو نشون میدی این ها که بازی میکنه یا میگه وا چرا گوشی تو فر ام. خب اون میتونه وای بشه عوض کنه ولی مثلا قدر تو داره قدر تو نشون میده واسه من هیچی نبود که من پرسنالی راجع به خودم یا اگر مثلا من با نسیم که بودیم بهش گفتم نسیم اینجوری که تو رفتار میکنی چون تو پاره میکنه چون فقط داری قول میزنی داری. فقط داش چون منم اگه ادیتور باشم من دارم واسه اودینس یه دونه برنامه درست میکنم که اون جالب باشه اگه یه صحنه نسیم نشسته داره اینجا مثلا نگاه میکنه یه صحنه میگه آخ خاله شده سرده خب اون اونو میذارم دیگه یعنی طبیعی بود آره آره این باره من اتفاق نیفتاد آره منم مثلا الان که نگاه میکنم میگم باب خفی شدی حالا دفعه اولم هم آشپزی نکنم همش هست ولی خب جهت دنده بود یا سری سوالایی که میپرسیدن یا مثلا سری صحنه های کات میشد شاید مثلا تو کل کانورسیشن من انقدر منشن کردم که غذا نپختم ولی 90 درصد یک سوالایی بوده که پرسیدن و در جوابش مثلا غذا نپختم و کات شد هم جالب بود اگر نه سوال میپرسین تو که قضا بلد نیستی بپرسی چرا رفتی اونجا باباش گفته اگه خواهی داری برو هم گفته دارم من, من دامنش کوتادم کوتاه دارم که درو گفته نداره ببین باید قوی نگاه کنیم میشه اینکه شده رو باید قوی نگاه کنی باید بعد این تو سرم نمیره بسه سرم کچیگه میشه خود بذاری این باید چشم بسیرت داشته باشی که خواهی من ببینی سر میره؟ نه خیلی جالبه یه رفت درستش کرده یه میلیمتر کوچیک گفت انسان سرشون چقدر یه میلیمتر کوچیک خاره کلن حالا اون اکسپرینس خود بود اکسپرینست با بقیه چطور بود چون من خودم وقتی رفتم دلم میخواستش که یه نفر رو مثلا آدمایی که مثلا یه خورد غیر عادی رو گیر بیارم بعد ایسکاشون کنم بعد گروه من همه خوب بودن کسی داستانی نداش باشی جز ملکه باد نه اونم دستپختش بنده خدا بد بود یعنی از نظر <تصحنت> کراکتر آدم فان ولی دوباره همون یارو یارو 4 ساعت مثلا فوتج ازش هست توی این 4 ساعت 2 ساعت داره قور میزنه <تصحنت> خب اینا فقط اون 2 ساعت رو استفاده کردن دیگه کاری نمون 2 ساعت دیگه کسی خود 2 ساعت دیگه آره دقیقاً کاملا ولی خودش آدم باحالیه مثلا اونجا باش مشکل نداشتم به من نمیزد مثلا میگفت وا کفشم پام درد گرفت فقط قور میزد به من یا مثلا به قضا قور نمیزد به همه چی وای من خسته هم وای چقدر کار کردم چقدر سخت دست تنها چه گوی خوردم آدم تو این برنامه کاش کنسل میکردم همش وای به منفی میداد خیلی اگزاستینگ بود خب اون دو... اونم تو چیز بودن می... استفاده کردن دیگه خب چرا که منم بودم میکردم ولی من آدمام هم همه آدم حسابی بودن یعنی مثلا مم. اگر از ما مثلا گوره ما میپرسیدی اگر بچت گی بشه چی میشه ما میگفتیم که دمش من پاشا که بزرگ میکردم لباس صورتی تنش میکنم با دمپایی مثلا عکس چه میدونم پسرای لخت با زن آدمای مثل امین بعد بعد هر کی میدید میگفت چرا بچه تو این ریخت در حساب میکنی میگفتم که I'm raising him هیم if اف ایت out تو بی استریت ایز his choice دیدی میگن ام ریزینگ مای سان مثلا استریت اف ایت out تو بی گی شما منو فقط ریورس کردم که بگم کارتون کوشه شما چویسی ندارین چویس مال اونه بعد به دنیا اومده خاطر این جواب اینجوری تو گروه ما میشدی گروه شما مثلا یارو یعنی به چی گفته؟ یکی مثلا حرف نزد گفت من خیلی کشه بود آرش گفتش آره, که آره. ببین من متوجهم که اگه بخوام سال دیگه من نمیدونم نه no, no, um... فکتی که یه سری ایرانی ها میخوان دور بزنن یه سری جواب رو قبول نمی کنن طرف حالا هزار دفعه وید کشیده بهش میگی بچت گل بکشه چیکار میکنه نمیدونم میدونی فقط نمیخوای بگی و بچت گی باشه مسلما میدونی من چک میزنم تو صورت پاشا اگه ببینم وید میزنه منو دعوت نکرده <تكار> <تكار> بدون من چاق تک و مشروب میخوای بخور بقا بخور بخور کل نه آره مثلا بچت واقعا یه سوال خیلی جنیون بود من اون لحظه میخواستم بدونم به عنوان یه همشون بیچاره داشتن راجع پارتنرهاشون حرف میزدن تو برنامه این موضوع خیلی رو بود که خیلی شوهرش حرف میزدن چرا رو بود ببین ما باید به عنوان یه انسان حالا این فکر رو موقعم بود هنوزم دارم یه هویتی بجز همسرمون دینمون کارمون داشته باشیم خودمون باشیم آها یعنی آها فهمیدم تو فقط چیزی از یاد یاد که از یار یاد مونده اینه که داشتی راجع به شوهرش حرف میزده از خودش هیچی نداشت بگه نه. یا پارتنرش حالا نه شوهرش چه جالب خب حالا توی اون اونجا موبلینا برگشت گفتش که ایرانیا ها خیلی بی فرهنگ شدن بعد تو و آرش بحث کردین که آره. نه فرهنگ فرق داره با نمیدونم چی و این حرفا من ام. من اونجا با مبلینا موافق بودم ام. گفتم ام. که آره ما فرهنگ اون رو از دست دادیم و چه سال پیش چه گوی بودیم مثلا مهم نیستش من مثلا مثلا اینکه بریم مصر بعد همه میگن ما اهرام اهرام سازیم اهرام سازی بعد میگیم ما جان هیچ کی تو دنیا نمیتونه اهرام بسازه ما نمیدونیم چه چیزی شده نه ولی ما اهرام سازیم ما خودمون میگیم که از این شاهد بهتره تو بشه به نظرت کسخل نیستن؟ چرا؟ خب ما داریم همین کارو میکنیم دیگه ما فرهنگی داشتیم از بین رفت فرهنگی پاکشه پاک شده دیگه که تو برش کردی میگفت یه مچول داشته باشی آب نمیگفت نه میگفت یه شراب داشته باشی آب بریزی رقیق میشه ولی هنوز اسنسش اونه خب ما همون مثال احمقانه شو جوابش رو بدم برای اینکه تو بخوای این چیز کنی بس بعد داغش کنی بجوشونیش که بخار بشه آب دوباره بشه تو بخار همه آدما میمیرن من چی <تصفح> میگم؟ حرفش احمقانه بود. حرفش منطقی نبود که نه یه آدم ها ریپلیس شدن مثل مثلا بچه های امروزی که این جام هستن جنریشن چی انا زی آره. تایه کس شر شدن اره. من فکر میگم مثلا بچه هایی که مثلا الان امروز مثلا 17 سالشونه تا مثلا 25 آدم های مثلا خوبی شدن دیگه مثلا کاشسن مثلا اگه صبح میخواد بره بیرون میاد ماشینش رو لحظه آخر روشن میکنه که مثلا علاکی بنزین استفاده نکنه مکشور میکنه هر جور شده کیری ماشین رو بی برقی باشه امه. ریسایکل میکنه نمیدونم آدم خوبیه فلان مثلا آشغال نمیریزه من فکر کنم مثلا اینجوری باشه بلکه دیدمشون از ج... جلو دیدم نه اصلا اینجوری نیست اینه کاملا گاو گاو یعنی بیاتر از ما یعنی ما مثلا چون ما تو جنشن ما 20 درصد داشتن عاقل میشدن الان برگشته به دور 5 درصد آره بعد اصلا باور نکردنی نیستش که چقدر همه بد شدن واسه همین کلا همه دارن بد میشن این یه حالا وایب الان بعدا روش میتونن کتاب بنویسن من نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی توی ایران ایرانی ها فرنگشون کاملا آفه تو این مم. مثلا ایرانی ها رو میبینی کار غیر عادی میکنن فقط ایرانیا ها میکنن یعنی مثلا اگه بری توی ساختون یا ببینی مثلا یارو شورتشو آویزون کرده از میدونی ایرانیه خب ببین سوال من با حرفات اگری میکنم ولی چیزی که به نظر من مبلینا اشتباه میگفت منشن میکرد این بودش که میگه کانادایی‌ها با فرهنگن ایرانیا بی فرهنگ به نظر من کانادایی‌ها خیلی بی فرهنگ من گفتم کانادایی خب ببین اون داشت یه چیزی که نمیدونست خیلی راجبش و با یه چیزی که بازم نمیدونست خیلی راجبش چون 13 سال بود سیات بود مقایسه چه هیت سنگینی نبود ولی خب خب 13 سال سیات بودی و ایران نبودی فرهنگ از آموزش میاد ما چهل و چهار ساله به لطف حکومت نداشتیم اون فرهنگ و آموزش رو پس نمیتونیم به آدمی که بی سواده بگیم خواهد برسایت بی سواده آموزش ندید خب ما اگه آموزش رانندگی ندیدیم اگه آی سی وی سی ما در جنده نداریم تو ایران که سر هر چیزی کونمونو پاره کنه خب معلومه اینه گاو رانندگی میکنیم چون به عنوان انسان ما یه حیوانیم که اگه آموزش نبینیم هنوزم حیوانیم من نمیتونم بگم ایرانیا بی فرهنگن چون ما تو 44 سال گذشته آموزش درستی ندیدیم آن تو داری بس میگی که فرهنگ میگی تو داری میگی دولت بی فرهنگه و وقتی که دولت فرهنگ نداشته باشه یعنی م... اینجا انتون میگه اگه مثلا پلیس از بین بره مردم شروع کردن دوباره مثل گاوا میگم واقعا مردم همون میخوان حداقل جنشن بعدی آره 100 درصد ببین مثلا کووید یه نمونه ممیدن. خیلی جالب بود برای تو ایران مردم کمک هم میکردن اگه کسی چیزی نداشت حتی میبرد به اون یکی میداد ولی اینجا زمانی که دستمال توالت نبود یه خانم سفیدی از پشت موهای دوست منو گرفت کشید که چرا تو داری دو دستمال توالت میخری ببین اینام تو شرایط قطعی تو شرایط بعدی اقتصادی اینام عین حیوان رفتار میکنن فقط چون اون شرایط کمتر از ایران پیش میاد و تو فشار نیستن دستمال توالت چیه دستمال توالت تویل پیپر چون من توالت هم اتوماتیک کنم میشور خودش احتیاج ندارم سانکیو ژاپن میدونی چی شد خداکی رفتم یه هتل گرفتم رفتم چین با النا اولین بار بعد یه هتل کوس و شر حرف می‌زدیم چی هتل کوس خار میگرفتیم بعد چون من میخواستم ببینم النا چند مرد حلاجه یه هتل خیلی کوس و شر گرفتم مثلا شبی مثلا 43 دلار خب مثلا وارد شدی تخ روش لک بود اینجوری نه رو دیوار لک بود ولی خیلی اتاق کوچولو مثلا هیچ چی روشن یه دونه تخت بود یه دونه توالت دست یعنی همون خلاصه رفتم اونجا و بعد گفت این چیه وات فاک اینا گفتم ببین من اومدم من اینجا بیزنس کنم. اگه تو نمیتونی بیزنس کنی برای مسافرت اومدی جای اشتباه اومدی این کار نیستی گو اوکی نه من ببخشید حرف زدم و من من میفهمم اوکی واسه بیزنس اومدیم میخوام بیزنس یعنی رو بدیم بعد همون جا زندگی همون جا زندگی به مامانم این مامانم زنگ زد بهم فیس و ایرانم بود اینجوری گرفتم و گفت خب چطوری کجا این هم تو اتاقم چرا چقد اتاق درد داغونه بعد نشون دادم گفت همین آره مادرم مادر به خجالت میکشی دختر مردو از کانورش بودی چی بودی توی خرابه و گفتم که آخر نه میخوام بهش درس درس زندگی بدم گفت گوه خوری خود از زندگی الا وقت از زندگی نیستش الان وقت تفریح خوش که شد شما دو تا بچه دارین بچه‌تون رو یکی دیگه نگه میداره دو روز با هم تنها این میخواد درس الان وقتی نیست وقت حال کردنه بعد رفتم یه هتل خیلی خوب اینجوری مادر شو بر بگید پیدا کنید آره خواهی که در مامانم گرم بعد برستم یه هتل خیلی خوب گرفتم بعد اون هتله توالت دیگه مثلا از النا بیشتر دوست داشتم <applause> بعد وقتی برگشتم توالت خودمو دیدم اینطوری بودم ایو این چیه <applause> چرا حرف نمیزنی موزیکت کو کی کنه منو خوش کنه کی کنه منو بشوره <applause> چه وضعشه چرا گرم نیستی میشی روش سد یعنی بخاریت هم همونو سفارش دادم یه دونه واسه بالا یه دونه واسه پایین که اگه پایین بودن و اونجا باشه بعد پایین هر کی اومد به مشکل خورد نمیتونن استفادهش کنن نمیتونن دکمه هاش کجاست بعد دیگه یکی <تصطور> از دوستان اومد بیرون شلوارش زانوش پایین بود بعد گفتش که من نمیدونم سیفون کجاست <تصاصل> بعد اون سحنه که دیدم زنگ زنم به پنامه گفتم که بیا اینو ببر <تصال> 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 تک بذار بعدم چرا رو دیوار توالت ننوشتی؟ دیگه اگه توالت میری شبیه لامبورگینی میمونه رو دیوارم یه چیز شبیه ریموت روشم عکس نوشته بعد جوش فلاش دو کم تو عقل نمیسته چه این ساکشن میزنم یه فلش بزنم روش تو مشکل همه یه فلش بزنم همه آدم ها صده بالا ندارن دیگه خیلی می توالت بعد خیلی خب این های تکیت نه قشنگ میگم تابلو عکس کون داره روش مثلا عکس کون داره آب میپاشه اونو میزنی یکی میاد کون تو میشوده من حالا وقتی نایده بودم فکر میکردم این باید یه لیزر داشته باشه که سوراخ رو پیدا کنه بعد تمام از اون که آقا اینا چه کدی نوشتن که سوراخ خونه بتونیم پیدا کنه اون پی این بعد بعد فهمیدم که تو تو اون لیزری تو مثلا کنه می آب می‌زنی می خوره به لوپ کنی این بعد آها یو فهمیدم که تو لیزری چرا داریم واقع من چه موضوعی صحبت می‌کنم تو آوردی داستان شروع کردی تو جو کی کاملا متوجه خب کجا داستان بودیم یاد میاد آره اون جایی بودیم که بین فرهنگ نداشتن ایرونیا و فرهنگ داشتن و اینا به نظر من فرهنگ یه چیز کاملا آموزشیه من نمیتونم بگم توی ایران مردم بی فرهنگن نه اگه منم تو فشار اقتصادی بودم اینکه میگم مثلا روزی یک کتاب با گو نخور یارو نداره بخوره بعد میگه برو کتاب بخون اصلا کتاب بخونه اگه دارید بخورید بخوابید همه زندگیتون روال آره زمان بذارید کتاب بخونید ولی اگه دارید سگ دو میزنی 12 ساعت روزو من خدای زندگیم روال و کتاب نمیخونم یعنی حقیقتو بگم مثل سهیل نباشی من یه اپ گرفتم میگه کتابی که بعد مثلا بخونی بیا تو 20 بی دقیقه میدم بعد اینجوری او 20 دقیقه سه, روز گوش دادم بعد الان بیخیال شدم یعنی هر روز خجالت میگیرم اونم مثلا میذارم میگه کسکش بیا یه سالم پولشو دادم حالا من نظری که در مورد فرهنگ اینه که قبول فرهنگ یاد گرفتنیه ولی یه نفری که بی فرهنگ شد خیلی سخت فرهنگش کنی ام. همونطوری که یه آدمی که اگه دین نداشته باشه دین نداره ولی وقتی دین رو یاد میگیره دیگه خیلی سخته بعد دینش کنی ام. یا مثال تازه ترش 2019 هیچ مادرقبی نمیدونست که واکسن چیه 2020 همه دکتر بودن که واکسن خوبه یا بده آره هم خب آره داشت. بعد برای من این جالب بود خب من جز اونه بودم که میگم واکسن خوبه خب ام. دلیلم هم خیلی ساده است من واقعا گول خورده بودم فکر میکنم واکسن بده نه 2019 واقعا مثلا 2010 گول خورده بودم میگم واقعا واکسن بده من دو سه بار واکسن سلام زده بودم همش مریض میشدم یعنی سالی که واکسن نمیزدم مریض نمیشدم سالی که واکسن میزدم مریض شدم این اتفاقی شده بود ولی تو دنیای من گفتم من سه سال نزدم مریض نشدم سه سال زدم مریض شدم م. مثلا واکسن داره من مریض میکنه تو اشتباه فکر کرده بودم شانسی بوده این موضوع بعد سر این دو تا ویدیو هم کوچینی من باید دیدم فکر کردم که واکسن بده گفتم خب که من دیگه واکسن نمیزنم من این واکسن که لازم مثلا بعد بز زمستون میبوسه سرما خورید یا اینو نمیزنم دیگه چیز لازم بود من اصلا هیچ وقت نزدم خب ببینید من دو سه سال اول بیخیال شدم بعد یه دوستم دکتر شد از اون پرسیدم گفتم آقا تو که دکتر شدی الان اولین دوستم که دکتر شد گفتم بقیه که... قاچاقچی و درگ دیلر رو... نه الان الان چندین تا دوست دکتر دارم ولی اول اینکه دکتر شد تا دکتر شد زنگ زدم گفتم تو این درس رو خودی من سوال واکسم واکسن بده بعد یه, یه جوری نگام کرد که روزی که میخواد با دوستات خدافظی کنی او این دوستا بعد دست این یکس خل شده خب اونجوری نگام کرد بعد گفتم که گفت چرا فکر میکنی بعد گفتم نمیدونم فقط دارم میپرسم بعد گفتش نکوشش معلومه بعد نیست این خوب احمقانه زمین می‌دونی خیلی خوب فهمیدم باشه خودم خب آدم خیلی هم با هم دوستیم دیگه گفتش که ببین تمام کسایی که ریسرچ واکسن ها میکنن خود کمپانی واکسن ها واسه همین پاسبلی میتونن کوشر بگن ولی دلیلش اینه که چون کسی دیگه نمیاد بیلیون دلار خرج کنه یه مرضی خوب کنه اونا دارن خرج میکنن خرج خودشون رو هم از که کنن بعد مردم اینا رو میپیچونن میگن یعنی چی خب چه وقت یعنی دارن سوم میکنن که اینا بدن منم هم میفهمم همه آدمو بدن ولی آپشن دو چیه گسکش خب دیگه اینه دیگه یا اینه یا بمیر یا بمیر و واکسن توی طول تاریخ نگاه بکنی حالا از چیکن پاکس هر چیز دیگه خیلی آدم سیف کرده همه میگم ایویدن زیاده نشون میده مردم بیشورن آره. اینه پوینت من حالا آف... چیه؟ میگم اون خارکسته که 2019 نمیدونست واکسن چیه 2020 میگفت واکسن بعده... بده. من باش حرف میزدم میگفتم بگو برای چی بده و هرچی چی میگفت با علم می و اویدنس بهش داری کوشن محض میگی یا اشتباه فرمیدی بعد میگفت تو هیچ حرفی نیست بتونی بزنی که مغز منو عوض کنی بعد میگفتم که خارکوس تو که اینو نمیدونستی یه سال پیش یه سال پیش یه به تو یه گفت که تو رو باور کردی چرا من نمیتونم مالجنی نوفر بعد دوم باشم م. تو اینو بهش میگو او مادر دو بهتر مادر فقط تو یه شب به من گفت ها واکستان بله میدونستی فایده خوی بین من بهت میگم این استادی شده تو این دانشگاه خوب میتونی بخونی بعد اینجوریه دو نفر دارن به من یه موضوع رو پرزنت میکنن یکی کوشر گفته هیچ به نفته یکی داره با علم و اوییدنس به من میگه کوشر قبول من کوشر قبول میکنم بسته شدین این اریای مغزم خب من فرهنگم هم یه همچین چیزی میبینم ام. آدمی که بی فرهنگ شد دیگه نمیتونی برش گردی من ما آموزور که من توی خانواده که من توشم داره بزرگ میشه من کریشن یه خانواده هم ام. یعنی مگه خانواده همه هم مسئله بودن نمیتونستم الان اینجوری زد, زد باور باشم ها ما که من هیچ وقت نمیتونم فنگش عوض کنه نمیفهمه ام. اگه بری بگی خدا پوف بهش برمیخوره آخه اون فرهنگ نیست اون باوره اون ریلیجنشه خب نه اون اسلام دیدشه. فرهنگ ایران چی میگی؟ نه اسلام فرهنگ ایران من کاملا مخالفم اصلا اشتباه نمیای چی فرهنگ اسلام. همش اسلام. ایران الان فرهنگ از چند تا چیز مختلف تشکیل میشه یکیش دیگه خودت نگاه نکن کشور نگاه کن تو وقتی ماه هست همه خیابونا سیاه پوشیدن در سینه میزنن سینه میزنن نه نه اون محرمه محرمه رمضان قضا میزنن ما, ما اشکال های فرهنگی زیاد داریم سوهل خیلی زیاد مثلا یکیش این که قضاوت میکنیم مثلا این چه چقدر شده مثلا تو خیابون یه آدم هوملس دیونه رو ببین داره میرخصه چند نفر آدم تیره که کردن پشتش حرف بزنن دور فیلم بگیرن نه جنرالی دیدونگی به فک خب ولی تو ایران اینطوری نیست ما خیلی انگوش میکنیم تو چیز هم ولی چرا بازی یاد نگرفتیم توی چهل و چهار سال گذشته من از چیزی که نمیشه دوره شام هم همین بوده ولی تو مدرسه فوکس آموزشی ما دینی بوده تاریخ بوده که دولت میخواست خب باید میشه فرهنگمون دیگه خب فرهنگمون اشتباه آموزش داده باشه شده من سالم هم ولی الان اینه من چهار سال هم از یعنی دو تا جهرش سومی هم داره میاد تو سومی هم تو آردی من نمیگم فرهنگ خوبیه من دارم میگم صرفا تو نمیتونی با کانادا یا آمریکا مقایسه بکنی چون آموزش مردم توی لول نیستن تو اینا رو با هم مقایسه کنی توی سیات کسی بزرگ شده باشه یه چیزی دیده کسی که تو ایران بزرگ شده یه چیزی دیده من اگه پدرم مثلا مشکل آوردن غذا تو خونه داشت و بهم گفت کتاب بخون مسلما من کتاب خونده نمیشدم با فرهنگ نمیشدم <تصفح> 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 از اتاق دادم بگو, بگو بیاد <تصفح> محمد دم بزن درست محمد جون <applause> خب بحث ف... بحث بحث راجع به فرهنگ چون خیلی دیف میشه بعد الان هم به چخ میره یه جور چیز صحبت کنیم ولی مردم ایران بی فرهنگ نیستن هستن بستگی داره از من داشتم به مامانم میگفتم گفتم که خیلی مثلا همه ایرانی ها بی بعد گفتش که نه من خوبم دیدم گفتم تو خودت بیشوری تو نمیتونی بفهمی گفتم تو بعد خیلی معدمه گفتم ببخشید میفهمم که تو چی ای تو مغز من تو هم دهاتی و جوادی کاری که تو میکنی احمقانه است مثلا تو مثلا تو مغازه وای میشه وسط آل همجوری جوش نگاه میکنه یارو پشت با کارت وایس یه سفید مثلا معدب پیرمرد هیچ چی نمیگه بعد من مثلا نگاهش میکنم میگم آخه خارکوسی چطوری میتونه وسط مغازه وایسه بعد دنیا یو... میره تو چیز زون اوت مزه بهتر این پاستا یا این زرده اکثر رو کی گرفته من د... سوال بعد هفت سال هنوز با مامانم مشکل دارم سر این بردن کارت تو فاکینگ کاسکو دون هیت پیپل میزنم مردم اون نرفت کنه بابا نزن راه نما نه بابا میگم یاد مامان من آدمیه که بابای من قرار بود بشه وزیر کشور <applause> یعنی دیگه تای خط بودیم ما از نظر مثلا کلاس آدمان که میشناسه و جوری که بعد رفتار کنن و تو موقعی که اونا داشتن بزرگ میشدن تو این مسیر بودن اگه مامان من هنوز مثلا لول فرهنگش اینه دیگه خدا برسه به کسی که تو این رژیم بزرگ شده و مثلا ندیده یعنی تجربه تجربه زیادی نداره دنیا نرفته این اون وقت مسافرت نداره امیدی به آینده نداره مثلا یه بچه تو ایران 20 سالگی چیکار کنه من دانشجو مثلا من الان مثلا پاشه رفتیم ایران 18 تاشو پاشه میره تو به کجا کار بگیره مثلا آرشگر کار مثلا ببین میگم آرشگر شد. چه جواب نیست براش مثلا هست مثلا کار نیست خیلی من عجیبه واسه این من میگم فرهنگ ما کاملا به گار افتاده چون فرهنگ ما تو اون 45 سال پیش قبل از انقلاب به قول تو که ما نبودیم من چیزی که دارم میبینم توی اون لحظه بود که فرهنگ ما داشت عوض میشد به با... بیوتی و خفن قف... قف... و هولیز مثلا جاپانی رو دیدن همه دوستشون دارن ام. چون یه فرهنگ قشنگی دارن اه... یه همچین ایران هم داشت به اون میپوست که مثلا میگه آقا ایرانی یا دیگه خیلی خفن دیگه مشکل اصلی اون دوست که یه سری آدم احمق مسلمون حالا اگه اینو میبینید میتونید بهم هیت بدید از ایران که ولی خب روزه همه محرم باشه چه آره ببین Know, ولی به نظر من اسلام و هر دینی میتونه یه فرهنگ غنی کشور از این ببره و این کاری بودش که 44 ساله پیشون جاکش که انقلاب کردن و این کار کردن با فرهنگ ایران چرا چون فکر میکردن اگه شاه ببره جلو و فرهنگ اونو والاتر بکنه این به معنی اینه که آبی بی میشه خیلی خوب پس این به حرف من دیوس ما بی فرهنگ بودیم هنوزم هستیم شاه داشت ما رو می که با فرهنگ کنه و ما انقدر بی فرهنگ گفتیم نه فرهنگ نه اونا خیلی بی فرهنگ ولی الان جنریشن الان که میخوان بی فرهنگ نباشن و دنبال راه فرارن چی من این آدم ها رو بی فرهنگ نمیدیم خودت توی پات میگه خودت توی بفرمایشان بودیم این اینجا چه نفر رو رندوم گرفت بودن چند تا آدم با کلاس توشون چند آدم دیگه که آدم مثلا باشون حرف میزنه من خیلی از آدم های بفرمایشان بعد بفرمایشان شخصا دیدم باشون صحبت کردم ببین چیزی میده این خمشه گفتم این کارو میکنه گفتی توهم داری <applause> اصلا ما اینجا ما اینجا 250 و ساله اپیسود دو کردیم. کردیم خودکار دادی دست کسی باشه خودکار آورده مداد آورده برده این بر نمیبینی مداد رنگی سی دو رنگی گذاشته شما نمیبینید تو تصویر. خب بعد آقا یه دونه ویدیو دارم اینو برای برابکسی که تو اینجا بودن یه میذاریم بخندم یا رنگ جدیدی من باش چه میگن دخترا چشاشون بیشتر رنگ میبینه یه رنگ جدیدی دیشوز کیمیا ما رو باش کرد من اینو ویدیو گرفتم واسه ادیتور میفرستم اینجا لطفا بذاره بزار اون پایین فقط لب اون رنگ باشه و کم هم داریم ما چی بود رنگ یاد میاد آره صورتی باربی کیری این یه رنگی خیلی قشنگه نگاه کنین گفتش که هر دختری اینو میزنه آخر این داستانه یعنی <Schon released> خیلی همه چی آزاد نیست این رنگ هست صورتی کیری این. خیلی صورت باربی صورتی باربیه کیری انجام بدن و بیشتر انجام میدن ولی خب این این اون نشون بده که از مردم بدن در مجرد چنگی سال دوست ندارم اصلا نمیدونم برای چی میدونم خیلی ها میپوشنش هنوز ولی اصلا چرا به هیچ اسکین تونی نمیاد هیچ میکاپی و والانه اصلا خیلی چیز بدیه غیر رنگ زشتی ها. اگه قدرتشو داشتم یه چیزی از این ببرم <تصفح> کره زمین اون رنگ صورتی باربی مگه خیلی پولدار میشدم تمام کمپانی شلوار رو میخریدم بعد میگفتم از اول شروع کن شلوار درست کردن شلواری دور نه وجود میذارم شلوار نیست <تصفح> هر کی کار خوشم از میبستم شلوار همه کلخ دامن دامن می دیگه خودش طبیعی شد دیگه کاش بچه دوربینش هم داشتم نشون میدم حیف اون دوربینم اگه اون پشت اون برای شب استفاده میکنم برای ساتیسفکشن شخصی یه چیز دیگه وقتی شان این همین آدمای با فرهنگ شما صحبت میکنی که غذا درست میکنن یکیشون واسطه بود داشت با قاشق از ماست میخورد بعد اون یکی قاشق رو کرد توی سمودی نخورد بعد گفت خوب شده کرد توی قاشق رو کرد تو دهن شوهرش شوهرش خورد گفتش که نه شیرینیش زیاده بعد بیشتر ماستی که من دارم با قاشق خودم شخصا میخورم و اضافه کنی بعد اون خانمه با قاشقی که دو دوباره دهانی شده بود و کت تو ماست کت تو سمودی بعد تو به این فرهنگ به این آدم میگی با فرهنگ اینو کسی اینکه خارج رفتن و تحصیل کردن و میدونی کجاش درد داشتی شب اون قسمتی که دیدیم با دستکش زیر بغلشون رو نگه آره همین شخصی هم دستکش دستشون بود بعد دستکششون اصلا به سینه خب دستکش منطقه شیه که این سطحی بیتنم اگه دستش رو من بکنم تو خایم بعد بزنم چیز خب فکر نمی‌کنید دست الان دستکشی چیه روش عرض. چرا فایترای باکتری واسه من آخ خایهای باکتریای سایلو بکشیم نه خب دیگه دستم خایه‌ای شد دیگه <تصح> 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 خب اصلا ببین اصلا واقعا من نمی‌دونم من یه میگم من دارم نمیخواد بشم بگم ایرانی یا بده من دارم خواست بشم میگم خواست که شما ایرانی ما فرهنگمون 4000 سال طول کشید تا به این برسیم برای همین موقع خفنی نیست. ما نموت. من چیزی که میگم اینه که ما ببین سیما رفته نمیاد دیروز سیما زایت کارش دیگه الکترونیکی داری جذب کنی من که یادم رفتیم من فقط دارم تو چیز دیگه ایمان. آره خودشت. لطفا اگه دستکش میپوشید دیگه به جاهای همه چی نزنید بعد دستکش هم میتونید عوض کنید مثلا لازم نیست از صبح تا شب گوش خورد کنید آووکادو خورد کنید میتونید عوض کنید دستکش رو قیمتی اونقدر نداره بعد دستکش خب اینم که تو رستوران باش پول میگیرن میزن تو چیز بعد دوباره میان سر کارشون خود اینم دوباره فقط تو رستوران ایرانی اتفاق میفته یه دو ایر رستوران ایرانی رفتیم همینجا بستمش رفتم شکایت کردم به چیز سلامتی گفتم این خاکسته دعاتی داره منو مریض میکنه از بیشوری تو کرونا رفتم تو رستوران یارو بعد <applause> روزنامه هم در داد که تو روزنامه هم گوشتن فلان بعد یارو غذا رو با دست خودش که میکشید توی ظرف بعد این سحنه رو دید گفتش که سو این چقدر کثیف کار میکنن و اینا گفتم با رسو اینا نمیدیم میگه اوکیه من با این تازه چیز گفتم بابا رسو اینا نمیدیم اوکیه بعد یه خورده گذشت مثلا یارو یه دونه عدسه کرد واقعا قشنگ دیدی که تو عدسه دستش عدسه کرد بعد دوباره برگشت به کار و انگار نه انگار بعد من گفتم خب این خیلی گاوه دیگه تو کرونا بعد اون خانومی که باش کار میکرد اومد یه ظرف و ورداش که برنج زعفرونی بود اینجوری ورداش با دست بعد اینجوری برنج رو برنج ما بعد ما. النا گفتش که سوه با گفتم باور اسم دیگه چی فکر ایران یک اینطوری ما ما, ما. فرنگمون این فرنگ قنیمون که شما گفتم اینه بابا من چی من چه فکر خودت با کی عروسی کردی بعد اومدیم خونه گوشت رو باز کردیم بعد گوشت توش خام بود خام خام خب بعد چرا چون یارو که پخته بود اینا گوشت بود بغل هم که گاز کمتر روشن کنه که مثلا 7 سن سیف کنه بچا حرارت از بین اینا رد نشده بود نپخته بود وای بعد خام خام بود دیگه حالا فکر کن این صحنه رو ما دیدیم اومدیم خونه غذا رو باز می‌کنیم غذا خامه مثلا اینا می‌خوام بگم فکر کنم میتونه مریض بشه بعد من می‌بینم اینا هم داره چه کیفیتی دارن کار می‌کنن تمام امید من اون آتیشه بود می‌دونی <تصفح> آتیشه خیلی مهم بود که داغ باشه بعد معلومه که این تو هم نپخته و اینا دیگه من قاطی کردم مثلا نمی‌دونم بعد چیکار کنم رفتم فکر کردم که آقا یه رستوران قبل مادر جنس بعد چیکار کنی بعد پیدا کردم به کیو زنگ زدم و اینجام که دیدی گفت بس این مسئول این کار جانه مثلا پیدا کرد تو شهرداری جان گوشی برش کنم آقا اینجوری رو بسش فرستادم و اینا رستوران مثلا تو چند هفته بعدش یا مثلا چند ماه بعدش بسته شد من نمیدونم به خاطر کار من بود یا نه ولی ولی مسلما تو تن آدمی نبودیم که دیدم نه من دیگه میام هاردکور رفتم گفتم آقا این یارو تو کرونا داره اینجوری میکنه خدا میدونه نه نه اون کی من داری میبری بابا نه اون نبود که گوشوام خستگی در کنه آب کباب دوست دارم زنم میگه بو میده دال میده <applause> خیلی دیگه من کورونا اینجوری دفتر میکنه که فقط مثلا اینجوری نکرد مثلا تو چیزا بندازه بگه این اندماقم سیگنچر چرا بعد باشه مثلا روی قرض اینو اول بخور <applause> میدونم فکر میکنی بعد ولی سعی کن بخوری چرا واقعا خب حالا این قاشق رو دیدی خوردی چون مال ما یه مثلا من یه آب مرغ داش ولی دوباره چون آتیش میافته به جهنم <applause> مال شما هیچ حرارتی توش نبود توی پلتفرمی هم رفت که باکتری بتونه گرو کنه شوگر داری شوگر ماست هر توش هست برعکس هست ما یه اعلانی بکنیم اصلا خوشمزم نبود اون که معلوم خوشمزه نبود نه یعنی موسموریه البته کسی که چیز اوج هنرش مو سرخ کرده میگه اون بعدو دیگه ببین اون چی بوده ببین <applause> شاید من بلد نباشم غذا بذارم ولی بلد بلدی بخوری دلات... خوردن مهمتره خوردن بلد. مهمتره تا پختن چون اون موقع غذا صحبت می‌کنی ببخشید من یه <ایجا> چیزی دیگه بودم <تصفح> 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 همین که ایشون گفت خوردن از <تصفح> 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 ببین خودش هم بوده یا من بردمش دیگه درصد اونجا نه به هر جهت ببین قضای خوب و باید تشخیص دادی یه اون بابام از همه ایراد گرفته به همه ریده و بلاخره باید داشته باشم نرمون آره بابام که ایراد بگیره خوب ایرانه بابا من هم توش امه هم سردرد می گرفتن بابام قضا غذا درست می میریدن به خود که بیا چکه بابا من فقط به من و خوهرم به بقیه همه فقط خوبی بابا بابام به رستوران ممه ریده رفت گفت چرا سرده رسا از تی 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 خوش آنست خوش دارم شکم دی دی لطفا کامنت نذارین لایک هم نکنین سابسکرایب هم اگر کردین آن سابسکرایب کنین برفت من که گوش نمیدین هر کسی در میخواد میگم چاکس چاکس <متصفيق> <applause> 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 سوه تفاهم بود ولی واقعا لازمشون هم نداریم خودمون میتونیم